مگه شب و روز مخلوق خدا نیست؟ مگه گفته نمیشه از ناحیه خدا شری ایجاد نمیشه؟ پس چرا قرآن میگه باید از شر تاریکی شب به خدا پناه برد؟ مگه شب و تاریکی اون شر با خودش داره؟ آیه مورد سوال آیه سوم سوره مبارکه فلقه. بگو پناه میبرم به خدا از زیان شب هنگامی که با تاریکیش درآید. در پاسخ به سوال بالا بیان چند نکته ضروریه. شب به خودی خودش منشأ شر و شرارت نیست و منظور خداوند هم چنین نبوده. این در حالیه که خدای متعال در آیات متعددی از شب به نکویی یاد کرده. در هر موضوعی ولو موضوعاتی که کاملا جزء خیرات هستند میتونیم احتمال وجود شر و آفت رو در نظر بگیریم، کما اینکه آفت علم غرور و آفت احسان منت گذاشتنه. هر چیزی رو که خدا آفریده خیر محضه، اما بحث اصلی اینجاست که اگر در مسیر درست قرار نگیره تبدیل به شر میشه. به عنوان مثال چاقو برای ذبح حیوانات و غیر است، اما وقتی برای آسیب زدن به دیگران مورد استفاده قرار بگیره نه تنها خیر نیست بلکه عین آفت و شره. پس این شر از طرف مخلوقاته نه از سمت خالق و آفریننده. اما نکته حائز اهمیت در این بین اینه که اولا افراد شرور غالبا از تاریکی شب برای رسیدن به مقاصدشون استفاده میکنن. مثلا اکثریت قتلها و سرقتها و جنایات مختلف در شب اتفاق میفته. پس شب مثل حفره‌ایه که موجودات شرور از تاریکی اون سو استفاده میکنن و شب رو که خداوند برای آرامش خلق کرده برای زیان رساندن به دیگران پوشش قرار میدن. دوما انسان برای رویارویی با خطر در شب توانایی کمتری داره تا روز، چرا که به علت تاریکی محیط آگاهی کمتری نسبت به اطراف خودش داره. پس وقتی اینطوریه و عده‌ای از تاریکی شب برای رسیدن به مقاصد شوم خودشون سوء استفاده میکنن، خدای متعال هم راه چاره رو برای در امان ماندن انسان از این بلایا و مشکلات بهش آموزش میده و اون هم طبق آیات این سوره پناه بردن به خدای مقتدر و تواناست.